سلام و شب و روز دوستان به خیر. امیدوارم حال احوال همه خوب باشه. اینجا ساعت 10 شب 29 فوریه است، میشه چهارشنبه و فکر میکنم حوالی بعد از ظهر تهران باشه. عرض میشود که ایمیلمو که باز کردم نوشته بود که فلانی You have notifications pending، یعنی یه چیزایی تو فیسبوک اتفاق افتاده و شما خبر نداری در مورد دوستات تو این حرفا. بعد توی ایمیل نگاه کردم که ببینم حالا اینا چیه. مثلا نوشته که فلان دوست شما با فلانی دوست شد، فلانی روی عکس فلانی نظر داد، فلانی مطلب فلانی رو لایک کرد، یعنی دوست داره، فلانی به فلانی اینجوری گفت، فلانی به فلانی اینجوری، خلاصه همچین چیزایی که پاسخ ناخودآگاه آدم اینه که به من چه؟ خب این حرفا به من چه ربطی داره؟ و این موضوع یه چیزی رو به ذهن من آورد که علت این که یک سری چیزا تو اجتماع خیلی میگیره کارشون، از جمله همین فیسبوک، علت اصلیش اینه که این عرضه این سیستم ها، عرضه یک چنین کالایی مثلا فیسبوک، در تناسب هستش با تقاضایی که از طرف مردم انسان ها میشه. یعنی عرضه و تقاضا با هم یک تناسب خیلی خوبی دارن، چون انسان ها اکثرا تقاضا کننده آشغال هستن، اگه یکی پیدا بشه که براشون این آشغالا رو مهیا بکنه بیاره براشون، خب معلومه که کارش میگیره دیگه، بیزینسش رونق پیدا میکنه. خیلی از کارهایی که تو اجتماع میشه به همین خاطر رونق پیدا میکنه که به ساختمان و وضعیت روانی انسان جدا شده از ریشش کاملا میخوره. حتی اگه دقت بکنیم چیزی که به نام عرفان و خودشناسی اگر این هم بگیره، مردم بهش رو بیارن، استقبال بشه به اصطلاح ازش، گمان نکنیم که برای واقعا برای محتواشه، بلکه برای اون پشتیبانی هستش که از شخصیت میکنه، از هویت میکنه. خب چون که از خیلی جهات به درد میخوره دیگه، مثلا من خودم رو آیدنتیفای کنم با نمیدونم عرفای ما، بزرگان ما، اینا همش توش هویت هست، من هست، من مطرح هست، ما، بزرگان، حالا ماشم به کنار، خود بزرگان یعنی اتوریته. اینا چیزایی هستش که انسان برون ریشه رو خیلی ساپورت میکنه، بهش هویت میده، هستی میبخشه. انسان برون ریشه بهش احتیاج داره، آیدنتیفای کردن، اتوریته داشتن و خیلی چیزای دیگه که اصطلاحاً عرفان تأمین میکنه برای انسانها، به نوعی تکیگاه هست برای انسانها. متاسفانه جان کلام این که هرچی عرضه میشه و بازارش هم گرم میشه با تقاضا تناسب داره.